کوروش. جزئیات بیشتری داریم از سابقه فعالیت قاضی حداد؟ قاضی حداد قاضی بود که قبل از انقلاب دانش آموخته یه رشته حقوق بود در دانشگاه ملی شهید بهشتی فعلی، ولی بعد از پیروزی انقلاب توسط اسدالله لاجوردی رئیس وقت زندان اوین و دادستان تهران پاش به دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی باز شد. در زندان اوین در دهه 60 دادیار زندان بود که بسیاری از زندانیان سیاسی در اون دوره میگن که برخوردهای خشن و بعدی با زندانیان سیاسی داشت. در سال 67 به دلیل تخلفات مالی و اخلاقی که بهش در واقع مرتکب شده بود از دستگاه قضایی کنار گذاشته شد. اما بعد از اینکه با آقای محمد یزدی به ریاست قوه قضاییه رسید، ایشون هم بازگشت به قوه قضاییه. ابتدا رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب بود که ابتدا پرونده‌های مثل قاچاق عتیقه و اینها رو بهش میدادن، اما از سال 79 و بعد از حوادث کوی دانشگاه و اتفاقاتی که در جنبش دانشجویی افتاد و فضایی که عوض شده بود بعد از دوره آقای خاتمی، ایشون پرونده‌های فعالان مدنی سیاسی و دانشجویان رو بر عهده گرفت و به برخورد خشن با این دست از زندانیا مشهور بود. احکام زیادی هم برای فعالان مدنی و دانشجویان و اینها صادر کرد، از جمله برای خود تو فکر می‌کنم کوروش، درسته؟ بیشتر برامون توضیح میدیم. بله، من خودم توسط قاضی حداد در همین شعبه 26 به 6 سال زندان محکوم شدم که 3 سال اقدام علیه امنیت کشور و 3 سال هم عضویت در گروه‌های غیرقانونی به گفته دادگاه انقلاب. اما فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی بودند که به شدت تحت فشار قرار داشتن توسط این قاضی. فعالای دانشجویی، گفتم جبهه متحد دانشجویی مثل آقای تبرزدی یا دفتر تحکیم سعدی افشاری، و در واقع نقطه عطف فعالیت‌های آقای حداد، قاضی حداد، به این برمیگرده که در دوره فعالیت ایشون نهادهای اطلاعاتی موازی باز شد به پرونده‌های سیاسی، به خصوص اطلاعات سپاه پاسداران که پرونده‌ها رو دیگه می‌فرستاد اونجا، و همینطور بازداشتگاه‌های مختص به سپاه مثل بازداشتگاه اشتاتاباد فعال شد، دیگه فعالان سیاسی رو اونجا می‌فرستادن. شخصیت آرومی داشت، کمتر می‌شد در طول حالا برخوردهایی که در زندان یا دادگاه باش داشتم ببینم که عصبانی میشه، اما برخورد سنگین و چکشی داشت با فعالان. یعنی اولا می‌فرستاد به سلول‌های انفرادی بلند مدت بسیاری از فعالان رو، که خود من 8 ماه در سلول انفرادی بودم، بعضی حتی تا 1 سال هم در انفرادی بودن. و یک عادت دیگه هم که داشت این بود که میفرستاد به زندان‌هایی که زندانیان عادی هستن، مثل رجایی شهر، مثل زندان کهریزک و اینها. و همین زندان کهریزک در سال 88 که زندانیان بعد از حوادث پس از انتخابات رو به اونجا فرستاد و چند نفر اونجا کشته شدن، باعث شد که دوره طلایی ایشون که بعد از ریاست شعبه 26 به معاونت امنیت دادستانی تهران رسیده بود اونجا تموم بشه و از خدمات قضایی منفصل بشه. یک نکته آخر هم بگم که ایشون حساسیت ویژه‌ای به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای داشت، و در پرونده کسانی که نکته ای انتقادی به آقای خامنه‌ای شده بود برخورد شدیدتر و بدتری میکرد و باعث بود که احکام سنگینتری برای این دسته فعالان صادر بکنه. مرسی کوروش. کوروش ساعتی همکارم اینجا در استودیو همراه ما.